سلام عرض ادب و ارادت به رفقای گل. امیدوارم انرژی وحشتناک بالا، یادگیری از این ویدیو واسه بباره. آخه چیز قشنگ یاد بگیری. چیدن رینگ های پژو روی پیستون پژو. بیا جلو. آخه شما قبل این که شما این پیستون رو به دهانه جیره ببندی قشنگ بشورش. ببین من اینو که رینگ ها رو جمع کردم، خب قشنگ شستمش. ببین تمیز مرتب اینها باید قشنگ با بنزین شسته بشه و باد گرفته بشه، بعد رینگا رو سوار کنیم. خب ببینید رینگا اینا هستن. میخوام ترتیبشو بهت بگم، خیلی هم نمیخوام پیچیده‌اش کنم، جوری که دقیقاً به قول خودمون تجربه واسهتون انتقال داده بشه. شما اولی چیزی که بندازی رو پیستون یا رینگ، ببینید این فنره، این فنر، این دیگه توضیح دادن نداره، این خیلی دیگه ساده است. فنر رو که انداختی، خب شما دوتا رینگ نازک داره به قول ما، خب رینگ روغن نازک، این دوتا رینگ به دهانه اول بسته میشه. بعضی ها میگن که این برآمدگی بالا رو میبینین کلن اینجوری، میگه هر جا رینگ به بالا بود اینجوری، شما باید اینجوری بندازی. اینا همه از شرط و پرت، هر جور انداختی اینو انداختی، گرفتی چی گفتم؟ حالا من رینگا رو از سمت گیجن پین میندازم. ببینید اینجا شما رینگ اولی که میندازی باید بیفته زیر فنر، گرفتی چی گفتم؟ زیر فنر اینجوری. ببینید زیر فنر یه رینگ بالا میفته یه رینگ پایین میفته، گرفتی چی گفتم؟ یه رینگ بالا و یه رینگ پایین. دهانه رو من از این سمت گژنپین گرفتم، گرفتی چی گفتم؟ از سمت گژنپین. یعنی بیا جلوتر، دهانه ای که بازه، خب باز من بخوام این رینگ رو بندازم، این دهانه بازش باید برعکس بیفته، یعنی این سمت گژنپین. الان این رینگ پایینی دهانش که بازه، این باید به پشت بیفته، یعنی از این سمت باید بندازم بالای فنرم بندازم. توی رینگ جمع کردم، خب همین دوتا یکم سخت‌تره نسبت به بقیهش. ببینید یه دورم میدی که ببینی رینگا سر جاش هستش یا نه. اگه رینگ سر جاش نباشه دور نمیخوره. الان این دهانه رینگ بازه، این طرف بسته، این رو بگیر. این طرف بسته به همین سادگی. این دوتا رینگو میندازی، یه چرخش هم میدی که بدونی چی بی چیه، قشنگ سر جاش افتاده یا نه. حالا شما یه رینگ به قول ما زخیمتر کلوفتر داریم، شما دو اینجا رینگ داری، خب رینگی که کلن قهوه‌ایه مال رینگ آخره، اینجوری بهت بگم روشم زده STD STOP STD TOP ببخشید اصلاح میکنم STD TOP اما استاندر. این رینگ آخره، رینگی که پهنه خب و لبه داره اینجا و یه لبه ریز داره، رینگ وسطه. ببین یه لبه داره، رینگی که پس لبه داره رینگ وسطه و لبه باید رو به پایین بیفته و این نوشته رو شما به بالا ببینی، اینو برعکس نندازی یا حواست باشه. ببین لبه داره، لبه رو به پایین بیفته، اینا خیلی آسون تره ولی باید حواست باشه. ببینید الان من باید بندازم رینگو اینجوری، نگاه کنید طرز گرفتن، نگاه کنید طرز گرفتن رینگو. حالا که رینگو انداختی یه دوری میدی ببینی سر جاش هست یا نه. حالا این رینگ سر جاشه دیگه. حالا دهانه رینگ این بالا اینجا رو بگیر، اینجا بسته است. خب پس شما دهانه که بازه میاری اینجا، یکی باز یکی بسته، یکی باز باز یکی بسته، گرفتی چی گفتم؟ دقیقا مخالف همن، اینجا رو بگیر قشنگ مخالف هم.
آقا اگه تا اینجا ویدیو واقعا قشنگ یه چیزی مشتی یاد گرفتی، لایک قشنگه رو بکو. حالا رینگ آخر ببین، زده استیدی تاپ، این باید رو به بالا باشه، رو به بالا. درود بر شما دوست عزیز. این رینگ آخره ببین قشنگ ببین دارم بهت میگم، یکم دهانی رینگ رو باز میکنی میندازی اینجا میاد سر جاش. حالا دورش میدی ببینی سر جاش هست یا نه. ببین من الان دورش میدم سر جاشه. حالا بریم واسه چیدن از پایین ببینیم درست چیدیم یا نه. ببین باز بسته، باز الان باید بسته باشه، یعنی دقیقا مخالف هم دیگه. آخه فیل بردار از این ور میگیری اینجا رو ببین، بسته باز بسته باز، یعنی دقیقا مخالف هم دیگه. رینگا رو موقعی جا زدن که حتما حتما جا زدی همه رو یه فشار اینجوری بده، شاید خدایی نکرده ما میگیم رینگ شکستگی ایجاد کرده باشه موقع جا زدن، تستش بکن اینجوری. ببین این الان دیگه آماده است واسه جمع کردنش دیگه، یعنی رینگ جمع کن و بندازی و یه روغن بزنی و ببندی. اینجا رو دقت کنید، هیچ نکته‌ای نمونده که من تو این ویدیو بهتون نگم. ببین دستم میندازی که قشنگ دیگه مطمئن باشی رینگا سر جاش هستن و چرخش رو بدی. و موقعی که شما رینگ جمع کن و میندازی روغن قشنگ بزن و راحت جا بزن. آقا رینگ جمع کردن همینه، خیلی هم میگن از سمت گژن پین نگیر از این سمت بگیر، آقا هیچ فرقی نداره، ما همه حرکتاشو زدیم. حالا ما همیشه چون از سمت گژن پین میگرفتیم از سمت گژن پین گرفتیم الان. آقا اگه با دیدن این ویدیو حال کردی یه نکته قشنگ یاد گرفتی، لایک پای ویدیو رو حتما بزن و اینکه کامنتی چیزی داشتی شما حتما کامنت رو بزن، من در خدمتم مخلص همه سی طلا.